بریم با همدیگه انجیل یوحنا 15:12-14 رو بشنویم. این از حکم من که یکدیگر را محبت نمایید. آیا همه بروشور دارید؟ اونهایی که بروشورن دستاشون رو بگیرن بالا. چون دیر اومدن نفر $100 ازشون بگیرید. یه گلم بهشون بده چون گل نگرفتن. این است حکم من که یکدیگر را محبت نمایید. عیسی مسیح صحبت از ضرورت میکنه. نگاه کنید، مسیح صحبت از این نمیکنه که ما باید این کارو 100% انجام بدیم. با توجه به اینکه ضرورت ما است، عیسی مسیح داره مهمترین ضرورت حیات رو به ما میگه. انتخابش دست ماست. آیا ما بپذیریم و یا نپذیریم؟ چون ما آزاد آفریده شدیم. بله. همچنان که شما را محبت نمودم، کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. خب، عیسی مسیح خودش رو داره دوست اعلام میکنه. اون دوست ما هستش، اونقدر ندید. هرچند اون خداوند هست، مطابق کلام خداوند. اما اونقدر فروتن شد، آمد و جسم انسان برتن کرد تا خودش رو به من و شما نزدیک کنه. چقدر سعی میکنیم، خودمون رو به دیگران نزدیک کنیم، فروتن بشیم تا کمکشون کنیم. کیا هستن اطرافتون که احتیاج به کمک به شماها دارن، که انقدر لازم دیدی که یه مقداری فروتن بشی و بهش کمک کنی، یاریش کنی؟ نه محبت انسانی، نه محبتی که خدا به شما این ضرورت رو داده. نویسنده اعلام میکنه دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد و قلب تو را لمس کند. عیسی مسیح نیز این گونه عمل کرد. عیسی مسیح اومد قلب ما را لمس کنه و از آنچرا که داشت، حقش بود، نیز آمد پایین. و نیز شکسپیر اعلام میکنه مهم نیست انسان برای کسی که دوستش دارد غرورش را از دست بدهد، اما فاجعه است اگر به خاطر حفظ غرور کسی را که دوست داری از دست بدهی. به طور خاص ما فرزندان خدا، چون میدونیم عیسی مسیح فروتن شد، ما چقدر دیگر بیشتر. بله، شما دوست من هستید اگر آنچه به شما حکم میکنم به جا آرید. آمین. آمین. میتونیم برای کلام خدا دست بدیم. این همان محبت مهرجویان است. این همان محبت خردجویانه هستش که هفته گذشته دربارش با شما صحبت کردم. محبتی هست که به نام محبت آگاپه میاد، یعنی محبت بدون قید و شرط، محبت دلسوزانه، محبت مسئولیت پذیر، محبتی که درش ضرورت هستش و به ما تو اون موقعیت نیز میاموزه که ما باید چگونه عمل کنیم برای آنچه که نیکو هستش، برای آنچه که حقیقتاً میتونه تأثیر بذاره و نام خداوند رو نیز جلال بده. آمین. محبت دیگه ای رو نیز ما میبینیم، الان میریم در قسمت دیگه از کلام خداوند که بهش اشاره شده بشنویم، که مسیح داره با پتروس صحبت میکنه که میخواد به اون بگه ما کجا ایستادیم نسبت به دیدگاه درست محبت. بریم با هم دیگه لطفاً انجیل یوحنا 21:15-19 رو بیاریم. قبل از اون اجازه بدین آیه حیف است، من این آیه رو بخونم. محبتی که مسیح دربارش صحبت میکنه که یک محبت عمیق و محبت دوستانه میگه، چون میدونیم دوستها گاهی اونقدر نزدیک میشن گویا که از خواهر و برادرم نزدیکتر هستن. چرا این گونه میشه؟ علتش درکه. یه موقع دوستا همدیگر بهتر درک میکنن تا خواهر و برادرها. خواهر برادرها اینقدر با همدیگه جنگیدن، اینقدر با هم نسبت به همدیگه رسوا هستن، اصلا راقب نیستن همدیگر درک کنن. ولی دوستا به راحتی گاهی همدیگر رو درک میکنن. برای همین وقتی دوستا از هم جدا میشن، زخمش عمیق‌تر از خواهر و برادری که جدا میشن، چون خواهر و برادر دوباره به هم وصل میشن. بالاخره عید میاد، بزرگتری توی خانواده، ولی دوستا وقتی جدا میشن واقعا دیگه جدا میشن. در نامه یعقوب 3:17-18 میگه لیکن آن حکمت، منظور محبته. پس حکمت یعنی محبت در انجیل،
محبت یعنی حکمت. لیکن آن حکمت که از بالاست، اول طاهر و بعد صلح آمیزه. این محک محبت ما باید باشه، این محک رفتار ما باید باشه و ملایم و نصیحت پذیر و پر از رحمت و میوه های نیکو و بی تردد و بی ریا و میوه عدالت در سلامتی کاشته می شود برای آنانی که سلامتی را به عمل می آرن، برای آنانی که می پذیرن که بخوان تحت اراده خدا زندگی کنه. همون گونه که فردوسی نیز اعلام می کنه، خرد بهتر از هرچه ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد راهنما و خرد دلگشا، خرد دست گیرد به هر دو سرا. اون خردی که از طرف خدا میاد، اون حکمتی که از طرف خدا میاد برای محبت، هم این روی زمینمون رو و هم نیز جایگاه آسمان ما رو نیز میتونه پر از موقعیت‌های خوب و حیات جاوید کنه. اما بریم با هم دیگه انجیل یوحنا 21:15-19 رو بشنویم. و بعد از غذا خوردن عیسی به شمعون پتروس گفت: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا بیشتر از اینها محبت می‌نمایی؟ بدو گفت: بله خداوندا، تو میدانی که تو را دوست میدارم. مرسی. عیسی مسیح درست اینو داره میگه: محبتی که من از شما انتظار دارم محبت هیجانی نیست، احساسی نیستش، موجی نیست، ذوق زده شدی یک دفعه یک کاری رو کردی نیست. محبتی باید روش تفکر کنی، میدونی داری چی کار میکنی. چون یک بار پتروس به مسیح قول داد که من تو رو منکر نمیشم و من برای تو میستم. چند بار اون رو منکر شد؟ میدونید چرا سه بار منکر شد؟ چون عیسی مسیح یک قرار براش گذاشت، گفت تا بانگ خروس تو مرا سه بار منکر میشی. اونهایی که تو کار سم ماتریس هستن، پرس هستن، میدونن وقتی پرسی از اون بالا به وزنه سنگین میاد به سمت پایین، چند تا قرار، دو تا قرار، سه تا قرار میذارن که این وزنه نیاد. اون چرا که به عنوان دستگاه و اون سیستمی که دارن درست میکنن اون خراب بشه، پس قرار میذارن. عیسی مسیح قراری رو اونجا گذاشت. اگر این قرار رو نمیذاشت تا بانگ خروس، پتروس تا همین الان هم داشت منکرش میشد. هوشیار باشی. مسیح گفت من شما رو دوست دارم. رویاها دیدید از مسیح یا ندیدید؟ آمین. کلام خدا رو شنیدید یا نشنیدید؟ آمین. که اون شما رو دوست داره. آمین. این قرار مسیحه، منکرش نشید، نترسید، نگران نشید. مسیح دست ما رو خواهد گرفت تو بدترین شرایط. و اینجا داره مسیح میگه محبت اصلی محبت هیجانی نیست، ذوقی نیستش. همون گونه که عرض کردم به خاطر آبروی اینا نباید باشه، به خاطر اینکه پتروس تو داد زدی جلوی شاگردا گفتی من تو رو منکر نمیشم، حالا بیا بگی به خاطر حرفی که زدم. نه نه، باید قلبی باشه. این محبت جنسش فرق میکنه. جنس این محبت از آسمان میاد، با حکمت میاد، از طرف خدا میاد، از ملکوت خدا اومده، جاودانی هستش، هیچ چیزی در مقابلش نمیتونه بایسته، حتی مرگم نمیسته. و ما دیدیم که پتروس نیست حاضر شد روی صلیب بره و گفت مرا وارونه وارونه مرا به صلیب بکشید، چرا که من شایسته نیستم. این محبت این گونه هستش. وقتی که میگیم بله به همسرمون باید بایستیم. ما میدونیم که کلام خداوند اعلام میکنه زنان نسبت مردان وفادار باشند، اما مردان نسبت به زنان باید جانشون رو بدن. اونها وفادار و مردان جانشون رو باید بدن. جوانان هوشیار باشید که میخواید ازدواج کنید، نخندید، دارم میبینم اتون. تکلیفتون رو روشن کنید. باید جانتون، این نیستش که بگی من امروز ازدواج کردم خوشم نمیاد حالا طلاقش میدم. این نیست که بگی من ازدواج کردم امروز برشکست شد من کارش ندارم. باید بایستیم برای اون. بله. بدو گفت بره های مرا خوراک بده. باز در ثانی به او گفت ای شمعون پسر یونا، آیا مرا محبت می نمایی؟ به او گفت بله خداوندا، تو می دانی که تو را دوست می دارم. بدو گفت گوسفندان مرا شبانی کن. داره میگه امروز من و شما که مسیح ایمان آوردیم مسئولیت داریم. به دوش کشیش نندازید فقط. کشیش شبانه، کشیش نبیه، کشیش این کارو بکنه، کشیش قسمت پرستش رو درست کنه، کشیش نه 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 نه، همه ما شبان هم دیگه هستیم. همه ما باید همدیگه رو دستگیری کنیم. یکی از دلایلی که کلیساها نمیتونن بزرگ بشن به خاطر اینه که کشیشا خدا نیستن. چون خدا نیستن خیلی بتونن برسن، به 50-60 نفر بیشتر نمیتونن برسن. اونم با 4 تا تلفن
اونم به اینکه بتونن 4 نفر رو سر بزنن، مریض هستن، حالشون رو بپرسن. بقیه خادمین و بقیه اعضای کلیسا باید به هم دیگه شبانی کنن، شبانی در حکمت، نه اینکه شبانی کنیم خدای نکرده به گوش ما برسه فضولی دارن میکنن. نه نه نه، شبانی در عشق، در دلسوزی، در مسئولیت پذی، حس مسئولیت که کشش رسول بهت نداده، مسیح به تو این مسئولیت رو داده که زنگ بزنی، حالا حتی زنگ بزنی حال کشش رسول رو بپرسی. چند نفر از عزیزان هستن لطف میکنن چه در اینجا و چه تلفنی به من زنگ میزنن، میگم برسو خسته نباشی، میگم خیلی ممنون. باور کنید دقیقا زمانی نیزان میدونم ملزم شدم به من زنگ زدن که من واقعا خسته بودم، ولی وقتی اینا میگن خسته نباشید واقعا یه آروم میشم. چقدر خوبه که همدیگر دستگیری کنیم، چقدر خوبه که همدیگر محبت کنیم، که بگیم خداوند کلیسایی رو گذاشته، کشیشی رو گذاشته، خادمینی رو گذاشته، من حداقل روز یک شنبه میرم یه استراحت میکنم، سهم من اونجا چی هستش؟ ما مسئولیم، باید مسئول پذیری کنیم. شخصی وارد یک مغازه توی بازار میشه و رو میکنه به دوستش، میگه پولم حاضره ببرم؟ میگه ای وای صبح بهت گفتم بیا، یادم رفت توی خونه موندش. اینا یه خود صف و کارامو انجام میدم با هم میریم. وای میسته و میشه زور، میگه ببین دیگه الان شده زور دیگه، بیا با هم یه نهاری هم بخوریم بعد میریم. همین که مشغول میشن با هم یه نهار میخورن، یه دفعه چند تا مشتری میرسه توی مغازه، مشتری ها راه میندازه میشه غروب و میگه بابا ولش کن شب الان با هم میگیم توی راه یه رستوران با هم یه شامی میخوریم، منم تو رو برمیدارم میام پول بهت میدم و میارم اینجا. میگه باشه دیگه، بالاخره میرن شام میخورن، وارد خونه میشه، میگه ببین میدونی ما چند سال با هم تخت بازی نکردیم از موقعی تو ازدواج کردی، منم مجرد هستم، بیا یه تخته با هم بازی کنیم دیگه. اینا میگه خب باشه، یه تخته هم با هم بازی میکنن و دیگه یه بار تخته، دو بار تخته، شب میشه دو سه نصف شب. میگه ببین ولش کن دیگه، الان که گذشت من صبح تو رو برمیدارم میبرم، خودم میخوام برم سر کار تو رو هم میذارم. صبح که بلند میشه میره دوستش نی، میره میره رو تاخچه پولش هست و پولو برمیداره، میاد میبینه دوستش با یه قابلمه کله پاچه اومد. میگه ببین ولش کن، من الان مدت هاست توی خونه تنها هستم، اصلا کار رو ولش کن، بیا با هم کله پاچه بخوریم. حالا تو دیروز از من بردی، ولی امروز من زمانی که من از تو میبرم. به هر حال میشینم با هم دوباره تخته بازی میکنن، دوباره زور میشه، میخواد بره، میگه نه، و دوباره شب میشه، میگه آخه من باید برم، نمیشه. میگه بابا کجا میخوای بری، حالا یکی دو روز به ما رسیدی. میگه آخه دیروز صبح من زنگ زدم به تو به خاطر که بچه ها منو کشتن، الان مدت هاست میگن بریم مسافرت، من میگم آخه بابا نه پولی دارم نه موقعیتی دارم، من یاد این افتادم که تو یه پولی پیش تو، من یه پولی دارم، گفتم بهتره که من یه زنگ بزنم اگه تو این پولو به من بدی، ما بچه‌ها رو مسافرت، تو که گفتی این پولو میدم، منم به بچه‌ها گفتم لباساتون رو بشو کاراتون رو بکنید، بچه‌ها رو با هم میام تو پارکینگ بازار، الان بچه‌های من تو ماشین تو پارکینگ بازار هستن. یه تا آخرشو بخونید. محبت مسئولیت میاره، محبتی نیستش که من اون رو رها کنم، بگم کلیسای مسیح به من چه مربوطه، کشیش داره پول میگیره، از FBI داره پول میگیره، از دولت آمریکا داره پول میگیره، کلیسا مجانیه، به من چه مربوطه، بذار بگذره. و از این شایعاتی که متاسفانه هست خدای قدوس میدونه، تا اونجایی که خبر دارم هم کلیسای ما هم دیگر کلیسای فارسوان در لس آنجلس غیرت این کلیساها رو نگه داشته، هیچ چیز دیگه نه، اونم غیرت عیسی مسیح هستش و خدا میخواد این غیرت رو بیشتر کنه. بشنویم ادامه‌شو. مرتبه سوم به دو گفت ای شمعون پسر یونا مرا دوست می‌داری؟ پتروس محزون گشت زیرا مرتبه سوم به دو گفت مرا دوست می‌داری. پس به او گفت خداوندا تو بر همه چیز واقف هستی، تو می دانی که تو را دوست می دارم. عیسی به دو گفت گوسفندان مرا خوراک بده. آمین آمین به تو می گویم، وقتی که جوان بودی کمر خود را می بستی و هر جا می خواستی می رفتی، ولیکن زمانی که پیر شوی دستهای خود را دراز خواهی کرد و دیگران تو را بسته به جایی که نمی خواهی تو را خواهند برد. و بدین سخن اشاره کرد که به چه قسم موت خدا را جلال خواهد داد، و چون این را گفت به او فرمود از عقب من بیا. آمین. آمین. مسیح داره اعلام میکنه همون راهی که من رفتم پتروس تو هم خواهی اومد، رسول تو هم خواهی اومد. هر کسی که قلبش برای مسیحه صلیبشو باید برداره. آمین. هر کسی که قلبش برای مسیحه گوشاشو باید آماده کنه که تهمت بشنوه، غیبت پشتش بشنوه. هر کسی که قلبش، اما هر کسی که قلبش برای مسیح نیست باید با همه این چیزا بجنگه.
صبور نیست، نمیبخشه، محبت نمیتونه بکنه، وجودش پر از خشم و ناراحتی خواهد بود. اگر قلبت برای مسیح هست، از خدا پوری روح القدس رو بخواه. این فصل ها خواهد گذشت، فصل اصلی در حضور خداست که ما رو جاودانه خواهد کرد. آمین. در افسوسیان 3:18-19 میخونیم که پولس رسول میگه در محبت ریشه کرده، پس باید در محبت اصلی ادراک درست باشه. در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده، استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است، تا پر شوید تا تمامی پری خداوند. و نیز آلبرت انیشتین میگه به طبیعت عمیق عمیق نگاه کنید، آن زمان همه مسائل را بهتر درک خواهید کرد. اینه که اومدید در حضور خداوند، بهترین وقتتون رو که استراحت بوده، که از عشق و محبت خدا هست، از خداوند پوری روح القدس رو بخواه. محبت اصلی محبتی هستش که من خردمندانه عمل خواهم کرد. محبت اصلی محبتی هستش که من مانند خدا نیز عمل خواهم کرد. بریم نگاهی به عشق از دیدگاه انجیل رو ببینیم چی هستش. عشق تعلیمی دارد، دلنشین یعنی مقبوله، مطابق یعقوب 3:17. یعقوب 3:17 رو حفظ کن، محک زندگیت بذار، محک محبت کردنت بذار. عشق تعلیمی دارد دلنشین، قبول میکنی، میپذیری، تلخ نمیشی، ناراحت نمیشی، فرار نمیکنی. عشق تأییدی دارد دلپذیر، یعنی لذت بخشه، یک شادی بهت میده، یک آرامش بهت میده. عشق تعریفی دارد دلربا، یعنی دلبری میکنه تو رو، دلخواه تو هست، مطلوبه، خوشبوه، واقعا جذبش میشی. عشق تصویری دارد دلاویز، یعنی معطر، یعنی مرغوب، یعنی آماده است که وجود تو رو بشوره. مشروطه برای اینکه در حضور خدا از محبت خدا غنی بشیم از اینش. اما برخلافش کینه و نفرت چی؟ کینه و نفرت اون رو روی بروشوراتون ندارید. متاسفانه انسان رو دلریش میکنه، یعنی وجدانش رو خراب خواهد کرد، دلخور میکنه، همیشه توی چهره اون اخمه، ناراحتیه، قمه. شما یک دفعه میبینی هیچ موقع نمیتونی بینی، حتی ایماندار، امیدوارم به کسی بر نخوره، امیدوارم به کسی بر نخوره، ایمانداری که همش حالت عبوس هست، ایمانداری نبوده که بتونه واقعا مسیح رو تو چهره خودش بیاره، تو قلبش رو برده و همون مسیح رو نشون نمیده، همش یاد بگیم جلوی آینه بیستیم ببینیم با مردم چگونه برخورد میکنه. حیفه. اگه ایماندار هستیم یاد بگیریم بخندیم، شاد باشیم، بگیم، چرا که مسیح نیز این گونه بود. پس دل ریشه، دلخوری میکنه کسی که کینه داره، در آش دلاشوبه داره، یعنی مدام پریشان هستش، دلهوره داره، همش توی موقعیتی هستش که میخواد از یک چیزی فرار کنه، گریز کنه، و میبینی اون آرامش رو نداره و اگر اینو ادامه بده انقدر به جسمش آسیب میزنه که ببخشید و دلپیچم میگیره. میگیره دیگه، هستش. خواهر ما الان ماهمونجا اینجاست، داره رشته پزشکی میخونه. ازش خواهش کردم که آماده کنه خودشو که ببینه آنچه که کلام خدا میگه ما در مسیر راستی و صداقت و محبت باید انجام بدیم چقدر برای جسم ما مفید هستش. در غیر این صورت نیز به ما آسیب خواهد زد. بریم با هم دیگه آخرین آیه رو بشنویم. انجیل یوحنا 13:34-35. به شما حکمی تازه می دهم که یکدیگر را محبت نمایید، چنان که من شما را محبت نمودم تا شما نیز یکدیگر را محبت نمایید. به همین همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید، اگر محبت یکدیگر را داشته باشید. آمین. 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 شاعری اعلام میکنه دستی که گلی اهدا میکند خودش هم بوی گل میگیرد. اگر محبت کنی این رو بدون که این محبت رو از خدا خواهی گرفت و این محبت نیز به شما قوت و برکتی خواهد داد که در مسیر راستی و حکمت نیز
عمل کنید. فقط کافی است که از حضور خدا این قوت رو نیز و این برکت رو. Oh,
سالدا الان چه کهنه بود در گذشت و اینا زندگی نو شروع شده است. آمین.